به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 122 مضمون ریاضی سنف ده در این درس ما و شما قسمت دوم تمریناتی که البته قسمت اولش از درس قبلی خوانده بودیم و این تمرینات ما و شما مربوط به فصل پنجم میشه قسمت دوم تمرینات را کار میکنیم با هم میبینیم که چگونه هست سوالاتی که با راهنمایی حل شده میتونه برای شما راهنمایی میکنیم و سوالاتی که با راهنمایی قابل حل نیست، رو باز تخته کار میکنیم میبینیم که چگونه باید دریافت شوند. سوال اول ما و شما از سوال 22 تمرین فصل 5 آغاز میشه که گفته تانژنت 60 درجه منفی تانژنت 30 درجه بر یک مثبت تانژنت 60 درجه ضرب در تانژنت 30 درجه مساوی با چی میشه؟ ببینید در اینجا ما و شما اگر خواسته باشیم قیمت اینا رو دریافت کنیم شدنی هست مشکل نداره ولی اگر بخوایم که با اصطلاح از کدام رابطه بعد است و بعد زود جوابش دریافت کنیم میشه به این ترتیب بگیم که در حقیقت این تانجنت 60 منفی 3 درجه بوده تانژنت به 60 منفی 3 درجه یعنی تانجنت چی میشه یعنی تانجنت 30 درجه میشه و تانژنت 30 درجه رو ما شما از قبل میفهمیم که یک بر جذر 3 هست بنان پس جواب درست ما شما گزینه B هست سوال 21 بر ما شما گفته اگر ساین تیتا مساوی با 3 بر 5 و زول دوم تیتا در رو به اول باشد یعنی ما و شما در این قسمت از لحاظ اشارات مشکل نداریم قیمت های ساین دو تیتا کوساین دو تیتا و تانجن دو تیتا را گفته دریافت کنیم اول با استفاده از ساین قیمت کوساین را دریافت میکنیم بعد از او با ساین دو تیتا و کوساین دو تیتا و تانجن دو تیتا قابل دریافت است قیمت ساین را داریم کوساین چه قسمی دریافت کنیم میشه کوساین مربع الفا بگیم یا تیتا بگیم مساوی به یک منفی ساین مربع تیتا پس به این ترتیب ما شما کوساین مربع را مساوی به یک منفی ساین مربع داریم بنانی قیمت وزن میکنیم قیمت کوساین هم دریافت میشه بعد از او با ساین دی مساوی است دو ساین تیتا ضرب در کوساین تیتا و به ترتیب کوساین تیتا مساوی است با... کوساین دو تیتا البته مساوی است با کوساین مربع تیتا منفی ساین مربع تیتا و این قیمت ها را که ما شما داشته باشیم بعد میتونیم تانجنت را هم از جنس ساین دو تتا بر کوساین دو تیتا دریافت کنیم بسیار ساده است سوال دوم بر ما شما گفته نشان دهید که تانجنت 45 درجه جمع تیتا مساوی با کوساین تیتا من جمع ساین تیتا بر کوساین تیتا منفی تی ساین تیتا میشه که در این البته ما شما میشه با استفاده از اینکه زاویه 45 درجه را داریم و به این ترتیب ایره به شکل ساین 45 درجه جمع تیتای بر کوساین 45 درجه جمع تیتا نوشته کنیم بعد از باز این قیمت هایی که ساین را ما شما ساین 45 ضرب کوساین تیتا نوشته میکنیم جمع کوساین 45 ضرب در ساین تیتا میفهمیم که کوساین و ساین 45 درجه هر دوشان دو دوشان مساوی به جذب 2 بر 2 است بنان جذب 2 بر 2 در صورت مخرج تکرار میاد در هر دو قسمت بعد اینا رو که مشترک بگیریم خلاص میشه در صورت کوساین تیتا من جمع ساین تیتا و در مخرج کوساین تیتا منفی ساین تیتا باقی میمونه مشکلی نداره این سوال ما و شما هم سوال ساده است مثل سوال اولی یا سوال 20 می درس ما و شما هست که ما و شما در اینجا کوساین 37 جمع کوساین 53 منفی ساین 37 ضرب در ساین 53 را داریم کدام با اصطلاح حاصل جمع یا تفریق کدام نسبت مثلثاتی در حالت جمع بود یا تفریق بود تا این رقم چیزی ما و شما در انکشاف از داریم یا بگیم در تغییر شکل از داریم که البته او نسبت مسلساتی کوساین الفا جمع بیتا بوده که کوساین الفا کوساین بیتا من پی ساین الفا در در ساین بیتا می شده پس در اینجا کوساین الفا جمع بیتایی که بوده سی و هفت جمع پینجا و سی مسایی به چند میشه؟ شه؟ هفت جمع سی ده و سل یک یک و سی چار چار و پنج نو. کوساین نوت درجه می شه کوساین نوت درجه با ساین سفر درجه مساوی است و قیمت سفر می شه بنان پس گزینه سی بر ما شما جواب درست هست که به ترتیب ما شما دریافت کردیم سوال 24 ما و شما در اینجا کوساین 60 ضرب در کوساین 14 جمع ساین 60 ضرب در ساین 14 هست در اینجا پس نسبت مسلساتی ما و شما کوساین بوده که هر دو با اصطلاح قسمت اول کوساین آمده و بعد ای که علامه مثبت آمده پس نسبت مسلساتی ما و شما کوساین الفا منفی بتا بوده یعنی 60 منفی 14 بوده 60 منفی 14 از دک 4 کم شده 6 باقی ببینین در اینجا و به می ترتیب از 5 که یک کم شود 4 باقی پس کوساین 46 درجه بوده و گزینه بی برای شما درست است یعنی این جوابات به شما اگر در سوالای کنکور باشه وقتی زیاد سرش نیاز نداریم بلکه در ظرف چند ثانیه میشه جوابش دریافت کنیم سوال 25 ما شما کوساین 14 ضرب کوساین 31 منفی ساین 14 ضرب ساین 31 ببینید در این جلامه جمع بود کوساین الفا منفی بیتا داشتیم در این جلامه منفی از کوساین الفا جمع بیتا پس داشتیم و شما بین 14 و 31 را با هم جمع کنیم یک جمع چهار پنج میشه و یک جمع سی هم چار میشه کوساین 45 درجه این جواب درست هست و اگر ما شما به حساب اصطلاح عدد ثابت در نظر بگیریم جذر دوی بر دو هم درست باشه که اگر یک از جوابات باشه باز نسبت به کوسای 45 درجه و جذر دوی بر دو درست هست یا اگر هم کوساین 45 درجه جواب باشه هم جذر دوی بر دو جواب باشه باز هر دویشان میتونه که درست باشه سوال 26 ما و شما در اینجا کوساین 80 ضرب کوساین 35 جمع ساین 80 ضرب ساین 35 این باز مثبت آمد علامه پس منفی بود 80 منفی 35 80 منفی 35 ما و شما چند میشه از دک 5 کم شود 5 باقی اینجا 7 مانده از 7 که 3 کم شود 4 باقی پس میمانه که به این ترتیب ما و شما 45 درجه داریم بینان پس در اینجا جواب درست ما شما کوساین 45 درجه است که گزینه C برای ما شما گزینه درست است به این ترتیب سوال 27 ما شما گفته هر کوساین الفا مساوی با 3 بر 5 ساین بتا مساوی با 5 بر 13 باشد الفا و بیتا در رو اول باقی واقع شده باشند در این صورت ما و شما کوساین الفا منفی بیتا را دریافت میکنیم فکر میکنیم یک بار دریافت کنیم که یک بار نوشته هم شما بر شما که در سوالات قبلی هم نوشته نکردی براتون میتونه که بیشتر کمک بکنه میشه اگر کسی در او درس ها هم مشکل داشته باشه پس به این ترتیب کوساین الفا منفی بیتا را ما داریم جوابش میشه کوساین الفا ضرب در کوساین بیتا چونی علامه منفی است در کوساین متضاد می یعنی مثبت می بایان سین الفا زرد در سین بتا که به این ترتیب مشمول این ها را داریم خب قیمت که داریم برای کو سین چی بوده کو الفا مساوی با 3 بر 5 بوده کو الفا مساوی با بر 5 بوده به ای این ترتیب سین بتا هم مساوی با 5 بر 13 سی بوده سین بتا مساوی با 5 بر 13 است پس کوساین الفا منفی بیتا مساوی هست به با. به اعوز کوساین الفا قیمت چه می کنم سه بر پنج به عوز کوساین بیتا قیمت داریم قیمت نداریم میشه قیمت کوساین بیتا را دریافت کنیم بله امکان داره چگونه می تانیم دریافت کنیم در اینجا ما کوساین مربع بیتا را نوشته می کنیم مساوی است یک منفی ساین مربع بیتا که بیشتر در یک از سوالات هم نیاز بود ما بر شما را گفتیم که چگونه باید دریافت کنیم پس به این ترتیب آل ما و شما قیمت خود کوساین بیتا را که دریافت کنیم جزر یک منفی ساین مربع میشه قیمت ساین ما و شما چند است سه بر پنج هست و سه بر پنج را که مربع بسازیم سه بر پنج کل مربع مساوی است با جزر یک منفی سه مربع نو میشه پنج مربع بیست پنج میشه یک زر بیست پنج بیست از 25 کیلو کم شوه 16 باقی میمانه و جذر مربع 16 میشه 4 جذر مربع 5 میشه 25 میشه 5 پس جواب ما شما 4 بر 5 است بنان در اینجا به عوض کوساین بیتا ما چه قیمت وضع میکنیم این قیمت را که داریم جدیدن دریافت کردیم که 4 بر 5 میشه و به این ترتیب قیمت چه وزن کرد جمع این بار ساین الفا ما قیمتش هست نه خیر نیست ببینیم در اینجا ما کوساین الفا را داریم اما ساین الفا را نداریم قیمت کوساین الفا را چطور میشه البته که داشته باشیم بعد ساین الفا رو دریافت کنیم نوشته میکنم ساین مربع الفا مساوی است یک منفی کوساین مربع الفا پس قیمت ها رو وضع می کنیم به امی ترتیب قیمت خود ساین رو که دریافت کنیم جذر باید بگیریم شه اما فعلا نوشته میکنم یک منفی کوساین الفا قیمتش چند بوده سه بر پنج بوده سه بر پنج کل مربع البته 5 مربع 25 میشه به می ترتیب 3 مربع 9 میشه 1 منفی 9 بر 25 1 ضرب 25 25 25 منفی 9 میشه 16 بر 25 جز رو شکل بگیریم باز بر ما شما 4 بر 5 پیدا میشه و به این ترتیب وقت 4 بر 5 دریافت شد پس 4 بر 5 خودش ساین الفا هست البته 16 بر 25 با ساین مربع بی الفا هست که از پیشتان باز گرد نخوره پس جواب ما شما چی شد 4 بر 5 شد به نان به ساین الفا نشتم میکنم 4 بر 5 به عوض ساین بیتا قیمت شد داریم پنج بر چی است پنج بر سیزده است ببینیم کجاها میتونه اختصار شود و کجا نمیتونه اختصار شود این قسمت پنج با پنج اختصار میشه در این جردو پنج ها در مخرج از سه قابلیت اختصار را ندارن بنابراین پس قابل اختصار نیست پس نوشته میکنم که ساین الفا منفی بیتا مساوی از سه چار دوازده بر پنج به همین ترتیب مثبت چار ضرب چار میشه و یک ضرب ۱۳ هم ۱۳ میشه حالا ما و شما ۲۰ بر ۵ داریم جمع 4 بر ۱۳ مخرج مشترک اصل ضرب از این ها میتونه باشه ۵ ضرب ۱۳ وقت تقسیم ازش ها ضرب در 12. ۲۰ را ضرب کنیم با ۱۳ جوابش را میتونیم راحتر یا بگیم جوابش را میتونیم آسان دریافت کنیم ۲۰ ضرب در ۱۳ ضرب 13 156 میشه به این ترتیب پسی جواب دریافت کردیم 156 جمع وقتی رو تقسیم کنیم 5 باقی میمانه 5 ضرب در 4 هم 20 میشه وقتی 156 را با 20 جمع بکنیم 176 میشه و 5 ضرب 13 هم 5 سه 15 حاصل 1 1 5 5 1 حاصل داشتیم 65 میشه که به این ترتیب ما شما دریافت کردیم پس جواب ما شما حاصل شد 176 بر 65 برای سوال 27 که ما شما حل کردیم و به اصطلاح مرحله مرحله پیش رفتیم سوال 28 ما شما کوساین تیتا را گفتم منفی 8 بر 17 هست و کوساین میشه ای بیتا باشه یا مثلا تیتا باشد مشکل نداره مساوی و منفی 3 بر 5 باشد و از لای دوم تیتا و ال در رب سوم واقع باشند تیتا منفی زاوی دومی ما و شما که میشه بیتا یا گاما باشد او را ما و شما میخواهیم دریافت کنیم این خوب از کوساین گاما باشه وقتی شما حل میکنین این هم کوساین تیتا باشد به این ترتیب اگر ببینید در اینجا مثلا وقتی که پرنت گرفته شده یا بگوییم که پی دی اف تبدیل شده ایرور داده حتما پس تیتا نبود اگه تیتا می بود مشکل پیدا نمی شد بنان گاما پس بوده اینه یک زاویه متفاوت دیگه بوده بنان وقتی در اینجا پس گاما بوده مثل سوال که ما حل کردیم شما میتونید جواب از هم دریافت کنید ای که در ناحیه سوم واقع هست می که جواب های در ناحیه دوم با اشاره های منفی هستن درست است سوال 29 ما و شما گفتن نشان دهید که کوساین x منفی y منفی کوساین x جمع y بر کوساین x منفی y جمع کوساین x جمع y مساوی با تانجنت x ضرب در تانجنت y میشه بسیار زیاد ساده هست این شما ایره قسمت اول لکن شافت بتین کوساین x کوساین y مثبت ساین x ضرب در ساین y میشه در قسمت اول در صورت ها قسمت هایی که جوره های کوساین در حالت ضرب خلاص میشه در مخرج جوره که ساین در حالت ضرب خلاص میشه بنان پس به ترتیب ما ساین بر کوساین را داریم یا بگم ساین ایکس بر کوساین ایکس داریم که میشه تانجنت ایکس و ساین وای بر کوساین وای را بر ما شما باقی میمونه که میشه تانجنت وای و به ترتیب ما شما قیمت شد داریم این سوال ما شما یک مقدار ذهنی هست یا بگیم در درس ما شما با این رقم یک به اصطلاح عدد نامده بود پس در اینجا ما و شما کوساین صفر درجه منفی تیره داریم صفر درجه منفی تی یک زاویه منفی است در نایی چندم واقع میشه در نایی چهارم واقع میشه معمولا خود تیر ما شما حاده در نظر میگیریم به خاطری که اگر زاویه منفرجه یا بزرگتر از 90 درجه در نظر بگیریم باز ناحیه ها فرق میکنه نمیتونیم روی زو عدد ثابت را یا بگیم قیمت ثابت را ما شما حکم بکنیم پس بنا کوساین صفر که البته نسبت مثلثاتی تغییر نمیتا کوساین منفی تیتا میشه و کوساین منفی تیتا میفهمیم که از جمع توابع جفت است در ناحیه چهارم کوساین مثبت هست بنا ان کوساین عمودی البته تی که در اینجا ما شما داریم جواب بی مو شما درست است پس کوساین تی جواب درست است که جزی بی هست و در نایه چارم واقع میشه سوال دیگه از ما شما خواسته که نشان دهید که کوساین تی ضرب در ساین دو تی بر یک جمع کوساین البته تتا است کوساین تیتا ضرب در ساین دو تیتای بر یک جمع کوساین دو تتا، جوابش مساوی به ساین تیتا باید شود ببینیم که در اینجا ما شما چگونه میتونیم که به اصطلاح ای سوال را که از ما شما خواسته ساده سازی بکنیم کوساین تتا ضرب در ساین دو تیتا به همین ترتیب بر یک مثبت کوساین دو تیتا جوابش از ما شما خواسته که مساوی به ساین تیتا باید شود مشکل نداره با میتونیم که سوال را حل کرده و بعد ببینیم که جواب درست ما چگونه میشه ابتدا کوساین تیتا در صورت از خودش باشه ساین دو تتا رو نشتم میکنیم دو ساین تیتا ضرب در کوساین تیتا در مخرج چی تغییرات میشه بیاره یک مثبت کوساین دو تتا مساوی است با دو کوساین مربع تیتا منفی یک یعنی دو کوساین مربع تیتا منفی یک به این ترتیب میشه جوابش دریافت کنیم یا بگوییم کوساین دو تیتا را نوشته میتونیم که کوساین مربع تیتا منفی ساین مربع تیتا به عوض ساین مربع تیتا یک منفی کوساین مربع تیتا را که وقتی وضع کنیم در اینجا ما و شما چون یک علامه منفی هم منفی ساین مربع خودش داشت منفی ضرب منفی مثبت میشه بالاخره منفی یک تنها باقی میمونه و کوساین مربع جمع کوساین مربع هم دو کوساین مربع میشه در جران درس شما زیاد مسائل از این قبیل را داشتیم خب آل جایی که خلاص میشه این مثبت یک با این منفی یک خلاص میشه اینی دو با این دو خلاص میشه این توان کوساین با یکی از این زاویه‌ای که ما شما داریم یا بگم با کوساینی که در صورت کوساین تیتا داریم با خلاص میشه و به همین ترتیب یک کوساین تتا باز هم در صورت داریم که در مخرج هم یک کوساین تیتا باقی مونده بنان جواب نهایی ما و شما یا بگیم جواب آخری ما و شما تنها این می ساین تتا مونده در کتاب هم از ما و شما خواسته بود که ساین تتا را دریافت کنین یا بگیم جواب از مساوی با ساین تتا دریافت کنین سوال 32 ما و شما گفتن نشان دهید که ما و شما در اینجا این زوایا را در حالت جمع و تفریق داریم در سمت چپ ای افاده های مسلساتی بعد اینا را با استفاده از فرمول پی جمع کیوی بردو البته ضرب در پی منفی بردو که ساین و کوساین قانونای خودشان را داشتن بعد شما با در نظر داشت و فرمول ها وقت تغییر شکل را بیارین سمت راست از اینا حاصل میشه سوال سی و, سی و, سی و ما و شما کوساین x جمع y ضرب کوساین y جمع ساین x جمع y ضرب در ساین y را از ما و شما خواسته وقتی را ما و شما ساده سازی کنیم جواب ما و شما حاصل میشه چون مرحله یک شک مقدار بیشتر هست مستقیما اگر ما جواب بگیم باز بعد اشتباه نشه بعد سوال 34 ما و شما هم به همین ترتیب قسمت را شما و شکل حاصل تفریق به اصطلاح نسبت مثلثاتی ساین و کوساین گفته تبدیل میکنید بعد ای کوساین y و ای ساین y را هم ضرب میکنید یک از جوابای که ما و شما داریم او حاصل خواهد شد سوال سی پنجم گفته مساحت قطای دایره ای که شایان دو متر و زاویه مرکزی آن صفر اشاریه پنج رادیان باشد مساوی است به مساحت قطای دایره از ما و شما خواسته یک بر دوی تیتار مربع پس یک بر دوی ما شما چند است صفر اشاریه پنج است صفر اشاریه پنج خودش یک بر دو است یک یک بر دو ذریب داریم یک بر هم به اصطلاح خود رادیان را یا زاویه را داریم بنابراین میشه یک بر چار و آر مربع داشتیم در دا فرمول بنابراین دو مربع ما شما چی میشه چار میشه چار با چار خلاص میشه جواب ما شما یک متر مربع جزء یا بگویم گزینه سی درست حاصل خواهد شد سوال 36 ما و شما گفته اگر مساحت قطعه یک دایره 200 سانتی متر مربع و زاویه مرکزی آن دو رادیان باشد شعاع این دایره مساوی است به در این صورت ما و شما مساحت را 200 سانتی متر مربع داریم و زاویه مرکزی را هم مساوی به دو رادیان داریم فقط داریم یا بگیم فقط میخوایم شعار را دریافت کنیم اس مساوی است یک بر دوی تیتا آر مربع قیمت اس را داریم 200 سانتی متر مربع قیمت آر را داریم دو رادیان فت... قیمت تیتا را البته دو رادیان داریم میتونیم قیمت آر را با استفاده از معلوم مجهول از معادله میشه قیمت آر را شما دریافت کنیم به این ترتیب ما شما فصل پنجم را کامل خلاص کردیم از تمرینات قسمت دوم را کار کردیم امیدوار هستم که درس‌ها رو خوب یاد گرفته باشین تا آماده شین بخیر که بریم به طرف فصل ششم و فصل ششم ما شما هم موضوعات بسیار زیاد جالب در خصوص اعداد موهومی و مختلف هستند که یک موضوع نسبتا جدید هم میتونه برای شما باشه درس امروز ما هم در اینجا به پایان میرسه تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی صنف دهم هم، همه شما رو به خداوند بزرگ بنیاز موفق باشه.